به یاد ماهی سیاه کوچولوی عرس، شهید قیام، عرشیا امام قلی زاده. سلام، من عرشیا امام قلی زاده هستم. تو علمدار در کرانه جنوبی عرس به دنیا آمدم. بعد از نوجوانی، بعد از اینکه به دست عوامل حکومتی دفتر زندگی کوتاه هم بسته شد، در همون جا آرام گرفتم. من پسری شجاع و با غیرت بودم که از همان کودکی بیشتر از سنم میدونستم. از همون موقع عاشق کمک به بچه های معلول بودم. دلم میخواست به همه کمک کنم. نوجوان که شدم و رفتم دبیرستان، با دیدن آخوندی که معلم بود از مدرسه و درس زده شدم. آخه خرافاتی که میخواست به زور به خورده ما بدر قبول نداشتم. نمیخواستم زیر بار زورگویی اون آخوند و تفکرات رو برم. علاقه شدیدی به کار تجارت داشتم. تو اون سن کم مثل بزرگترها برای خودم و کارهام طراحی میکردم و طرف حساب بزرگترها بودم. اون اومدن به خاطر اینکه من تو کارم رشد کنم از جلفا به شمال نقل مکان کرد. تو رشکه بودم، قیام علیه این حکومت شروع شد. من از مرگ مظلومانه مهسا خیلی ناراحت شدم. براش گریه کردم. وقتی هم نوجوانای بیشتری رو کشتن، به مامانم گفتم مگه خون من از بقیه رنگین‌تره؟ منم میرم تظاهرات. با دوستام تظاهرات میرفتیم و روی دیوارهای شهر شعار می‌کشیدیم. تا بالاخره یه روزی تو شهر خودمون با آخوندی حمله کردیم. موضوع رای حکومت که از روی فیلم های دوربین ها و پلاک ماشین من شناسه کرده بودن دستگیرم کردن. تو اطلاعات جلفا کتک هم زدن، گوشام رو سوزوندن و کلی شکنجم کردن تا اعتراف بکنم که کارم اشتباه بود. اما من نه تنها نگفتم که کارم اشتباه بود، بلکه گفتم تو رشک بودم، دیوار نویسی هم میکردم، تظاهرات هم میرفتم. دادستان جلفا که این همه شجاعت من 16 ساله رو دید، بهم گفت تو از الان اینجوری هستی، وقتی بزرگ بشی چی میخوای بشی؟ و بعد در اقدامی کثیف و ضد انسانی دستور مرگ خاموش منو داد. از پاشنه پام آمپول زدن و فرستادنم زندان. تو زندانم دوباره یه آخوندی تهدیدم کرد و گفت که در ملأ عام سنگسارم میکنه. بعد از مدتی به قید وثیقه آزادم کردن، اما پیکر نوجوان من چند سوای بیشتر دووم نیاورد و سیاست شوم مرگ خاموش دادستان جنایتکار کارش رو کرد. من روز 5 آذر 401 با همه بلند پروازی ها و همه آرزوهای قشنگی که برای آینده کشورم داشتم، سبک بال به سوی خورشید پرواز کردم. روز بعد جسد نارامم در خانه ابدیم تو شهر سادگاه هم آرام گرفت. مادر قهرمان جگر سوختم بر مزارم به آذری قرید و گفت که به من افتخار میکنه. من صداشو میشنیدم. و همشهریام تو جلفا روز هفتمم با شعار مرگ بر دیکتاتور، نقشه حکومت در خودکشی جلوه دادن مرگم رو افشا کردن. و من ماهی سیاه کوچولویی شدم که در پی رسیدن به دریا از مرگ نهراسیدم، چرا که معتقد بودم اگر یه وقتی ناچار با مرگ روبرو شدم که میشم، مهم نیست، مهم این است که زندگی یا مرگ من چه اثری در زندگی دیگران داشته است.